بر اساس داده های مؤسسه مطالعات جنگ و امنیت پاکستان، تعداد تلفات غیرنظامیان در حملات جنگجویان در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه قبل تقریبا دو برابر شده است. طبق این گزارش، در حملات جنگجویان در ماه سپتامبر 136 نفر از جمله 84 غیرنظامی کشته شدند. در حملات ماه سپتامبر 144 نفر هم که شامل نظامیان پاکستانی می شود زخمی شدند. طبق داده های این موسسه هرچند تعداد حملات در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل آن 34 درصد کاهش داشته اما افزایش تلفات این ماه را به بدترین ماه از مارس 2015 به این سو تبدیل کرده است. بیشتر این حملات در ایالت خیبر پختونخواه متمرکز بوده است. این ایالات در ماه سپتامبر شاهد 23 حمله بوده که به کشته شدن 34 نفر و زخمی شدن 73 نفر انجامیده است. در مناطق قبایلی نیز 17 حمله سب شده که باعث کشته شدن 19 نفر و زخمی شدن 18 نفر دیگر شده است. در ایالت بلوچستان هم 20 حمله سب شده که 77 کشته و 46 زخمی داشته است. مؤسسه مطالعات جنگ و امنیت پاکستان همچنین در گزارش نوشته که تلفات نیروهای امنیتی این کشور در نبرد با شبه نظامیان به بالاترین حد خود در هشت سال اخیر رسیده است در گزارش آمده که کارشناسان افزایش حملات شبه نظامیان و تلفات نیروهای امنیتی در پاکستان را به روی کار آمدن طالبان در افغانستان نسبت می دهند.